هم از آقای هومن سلیمی خواستن اگه امکانش هست آموزش دسر هم در برنامه بدن، بسیار عالی، چشم. اما مهمانان بخش آخر ما، دوستان عزیز، یه خروشت خاص‌تر باشه، جذاب‌تر باشه، جالب‌تر باشه، به دلیل اینکه یک زوجی رو ما امشب در برنامه داریم، همسر محترم خانم ایرانی و خود در واقع آقا بهتره بگم، یک دوست عزیز، یک هنرمند از کشور انگلیس، جناب آقای جیمز ادوارد فیر، درست گفتم، و سرکار خانم بیتا تجردخواه، همسرشون، که در برنامه حضور پیدا کردن. من اول میخوام از مهمانان عزیز خواهش کنم که یک سلام علیک با مخاطبین داشته باشن تا بعد من معرفی بکنم که اصلا چرا و به چه دلیل شما دوستان امشب در اینجا ایران است هستید. من سلام میکنم به همه، اول به فرواد جان، خواهش میکنم از برنامه‌تون. جیمز سی هلو تو پیپل. سلام ایرانی بلده آی جیمز، خیلی عالیه جیمز. چطوری؟ سلام، چطوری؟ به به، خیلی عالیه. دیگه چه خبر؟ خوبه. خب خیلی عالی است، بسیار عالی، همین خوب بود. جیمز ادوارد فیر از فیلمسازان و کارگردانان و هنرمندان و آرتیستانی هستش که در کشور انگلیس فعالیت میکنه و به مناسبت ازدواج با همسر ایرانی خودش، سرکار خانم بیتا تجردخواه، چند هفته ای که به ایران اومده، درسته؟ خب آغاز بحث من اصلا اینجوری باشه که شما دو عزیز چگونه هم رو پیدا کردین، نحوه آشناییتون چجوری بود که منجر به ازدواج شد، تا حالا برسم به سوالای بعدی. Okay. Just a little introduction about how we met. Well, you know as well as I that yeah, we just met through that. Yeah, we met through friends, and the rest is just a romance story. حالا من یکم خودم بیشترم توضیح میدم که ما از طریق یکی از دوستای مشترکمون که ما رو معرفی کرد و دوست خیلی خوبی بودش، ما رو معرفی کرد، با هم آشنا شدیم. خب قبل شما این توضیح رو بدیم. بله. که شما اصلا به چه منظوری در واقع انگلستان هستین، تحصیل، کار؟ اوکی. اونو بفرمایید بعد بچسبونید. من 5 سال پیش دقیقاً برای ادامه تحصیلم به کشور انگلیس رفتم و مسترم که فوق لیسانس هستش اونجا در رشته بایوتکنولوژی گرفتم و بعدش هم که تصمیم گرفتم که دکترا هم پی اچ دی بخونم، که الانم در تقریبا دیگه دکترامو گرفتم و هم تزم می‌نویسم در رشته ژنتیک. خب بعد حالا از طریق دوستتون با جیمز آشنا شدید؟ از طریق دوستم که تقریبا یه جورایی مثلا هنری، دوستای هنری، این کارهای هنری و کارگردانی انجام میدم. جالب بود که فضای کاری شما دو نفر خیلی متفاوته. کاملا متفاوته. ما به اصطلاح با هم آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. خب بسیار عالی. اگر اجازه بدیم من چون گفتگونم طولانیه، من بنشینم و ایستاده ادامه گفتگو رو برم. بسیار عالی، رو به روی شما. یه خورده فاصله‌مون دور هست، البته خب دوربین ها نشون نمیدن فاصله دور رو. ما در فرهنگ ایرانی، در دین اسلام، به هر حال یک زن مسلمان با مرد غیر مسلمان نمیتونه ازدواج کنه و بالعکس. بر من توضیح بدین که چگونه این اتفاق افتاد که شما ازدواج کردین؟ A Muslim girl can I get married to a foreign person. How did you do it really? How did you do it? Well, because I took it seriously. I came to Iran and converted to Islam and changed my name to Ibrahim and then got married from there on. خب اینه کاملا میدونست که این اصلا غیر ممکنه یک کسی که غیر مسلمون باشه با یک مسلمون ازدواج کنه، به خاطر همین چون خیلی جدی بود مسئله ما و ما میخواستیم به هر صورت به صلاح ازدواج دینیمون هم داشته باشیم با توجه به فرهنگ و اینها، جیمز تصمیم گرفت که دینش رو عوض کنه و مسلمون بشه و اسم ابراهیم هم برای خودش انتخاب کرد. بح بح. پس من از اینجای برنامه به بعد ابراهیم صدا میکنم ایشون. چقدر اسم زیبایی. خب من برام جالبه که ابراهیم میدونه این رو که چه ثوابی رو شما خانم تجردخواه بردین در مسلمون کردن یک فرد. این رو میدونه؟ اگر نمیدونه الان بگید که من دارم این رو بهش میگم. این ثواب نصیب شما شده به هر حال. That's a very good job that I actually made you converted. خب ابراهیم چقدر آشناست با فرهنگ ایران، فرهنگ ایرانیان، آداب و رسوم مردم این سرزمین
از قبل اصلا آشنا بوده یا در واقع میزان و نحوه آشنایش فقط برمیگره از زمان آشنایی به خود شما؟ Were you familiar with Iranian culture and also like tradition, Iranian culture, or you just got familiar when you got to know me? I became more familiar through you, obviously. I think the only Iranian culture really that we have in the UK is either through the restaurants or through sort of access to the music through music channels, but you have to go looking for it, you know. So not really. No, it wasn't until I came here that I really understood it. خب یه مقداری قبل از آشنایی با من در مورد ایران و فرهنگش شنیده بود از دوستا و به اصطلاح برنامه هایی که هستش، ولی خب وقتی که با من آشنا شد 100% شانس بیشتری پیدا کردش که آشنا بشه. تو انگلیس اگر بخوای تو واقعا فرهنگ انگلیس و ایران رو ببخشی در اونجا بشناسی، حتما باید دنبالش بری، به خاطر اینکه تنها از فرهنگ ایرانی یه رستوران ایرانی، یه مغازه ایرانی اینا هستش. ولی وقتی که اومد اینجا 100% با فرهنگ ایرانی و رسم و رسومات ایرانی آشنا شدش. کی دقیقا به ایران اومد جیمز؟ یک ماه پیش. اون وقت اون ذهنیتی که از قبل راجع به ایران و مردم ایران داشته، با توجه به اینکه خب الان متاسفانه، حالا نمیخوام وارد مباحث احیانا سیاسی بشم، ولی خب تبلیغات منفی بر علیه ایران در خارج از کشور خیلی زیاده، حتما ابراهیم هم زیاد شنیده راجع به کشورمون، قبل از اینکه وارد خاک ایران بشه تفکر یا ایده خاصی داشته که حالا بیاد ببینه چقدر با اون افکارش منطبق بوده یا نه؟ I just compared the view that you had before about Iran and then the current one that you came actually. Well, they're very different. I mean, Iran is a great country, and the only idea I had of it before was through the media in the UK, which is not very supportive of Iran. So to come and see it with my own eyes was very important and make my own decisions, and I've really enjoyed it. I think it's a great place. میگه که کلن با اون چیزی که من فکر میکردم خیلی فرق داشت و 100% جای خیلی جالبیه. من اینجا اومدم و اینو از نزدیک دیدم، چون اون چه که با توی رسانه ها به سلام من میدیدم با اون چیزی که الان دارم میبینم متفاوته، خیلی متفاوته. اومدم اینجا و خیلی هم بهم خوش گذشت. بسیار عالی. شما تا چند روز دیگه یا چه مدت دیگه ایران هستین؟ حدود دو سه روز دیگه. خیلی خوب، بریم سراغ کار و حرفه و تخصص ابراهیم. میخوام خودش برامون کاملا توضیح بده، خیلی کامل، خیلی واضح، که اصلا ابراهیم چه میکنه در انگلیس. سبک و سیاق خاصی رو برای فیلمسازی خودش داره، سبک مخصوص به خودش. از بله من اعلام کردم، از بیرون بهم میگن بگن فیلمساز، ما در ابتدا اعلام کردیم که ایشون فیلمساز هستن و از انگلیس تشریف آوردن. دقیق کار خودشو برای ما باز بکنه تا حالا من در راستای کار جیمز و بحث فیلمسازیش برسم به یک سری سوالات تخصصی و یه خورده ویژه تر. So your current job, what exactly you do and what exactly you expert in? Okay. And next, what you do, basically your biography and... Yeah. So I'm currently a lecturer in film technology within a British university, and my job is to explore all of the potential of digital technology from a filmmaking perspective. And I've been doing this now in different ways for about 10 years, through making films, writing research papers, and teaching students. خب هم توی که شما گفتین جیمز یا علی ابراهیم فیلمساز هستش و البته کاری که شغل ایشون الان هم به علاوه فیلمسازی استاد یکی از دانشگاه‌های توی انگلستان هستش. کدوم دانشگاه؟ کدوم شهر؟ استافورد یونیورسیتی. و چی تدریس میکنه تو دانشگاه؟ فیلم تکنولوژی. فیلم خوب. تکنولوژی فیلم. و تقریبا 10 سال هستش که توی همین زمینه فیلم جاهای مختلف فعالیت داره. بله بله. من در واقع میونه صحبتاتون همزمان که ما داریم صحبت میکنیم تصاویر یکی از کارهای ابراهیم عزیز هم داره پخش میشه. این کدوم کارشونه؟ الان خودشون دارن میبینن؟ سهارا دایری. This is a film I've made in Libya. این فیلم توی لیبیا ساخته شده، اسمش سهارا دایری هستش که به صلاح یه
مستندی هست در مورد اون کویری که ایشون رفتن. آها خب حالا من میرسم به این. الان برگردم به سوال قبلی چون هم برای خودم جالبه هم برای مردمی که دارن نگاه میکنن. پس تخصص ابراهیم تکنولوژی فیلمه. خب یه مقدار این تکنولوژی فیلمو برام باز کنه. خود فیلم رو من به عنوان یک تکنولوژی میدونم دیگه، یعنی حالا هر روز تکنولوژی سینما هم زیاد میشه با امکانات و وسایل و نرم افزارهایی که واردش میشه و میتونن استفاده بکنن. شما یه خورده برام جزئی تر بگین که دقیقاً ابراهیم چه میکنه در انگلیس. So just expand what exactly means like film technology. Okay. What do you do exactly in the UK and then your expectation. He wants to know your education as well. Okay. Well, it's better to start with the education. Is that my background was studying film technology and television technology and how you can make films. And really the interest is in when studying was in what does this technology do, whereas in actual fact I'm more interested in like what can it do. So yes, I started by studying the physical mechanics of a camera, but now I'm interested in what does this enable us to do. So instead of thinking like if this was literature, I wouldn't study the pen, I would study what you could write with the pen. خب در زمینه فیلم تکنولوژی تحصیل کرده و البته شاخه‌های مختلف این و الان دکترا تقریبا تزش رو حالا دارن دکتراشونو میگیرن. بله. لیسانس و فوق لیسانسشون تو چه زمینه‌ای بوده؟ Your master and your degree. My undergraduate degree was in television technology and then my postgraduate degree, my master's was in film studies, purely theoretical. خب لیسانسشون تکنولوژی تلویزیون بوده و فوق لیسانسشون هم فیلم ساختن. بله. البته پروژه‌ای هم که برای پی اچ دی داره میخونه، دکترا داره میخونه، همون فیلم هستش، فیلم تکنولوژی. خب صحبت‌های قبلیشون رو شما کامل کنین. بله. داشتن میگفتن. ایشون گفتن که کلا من همیشه مشتاق بودم ببینم که این تکنولوژی فیلم که هستش، یعنی با تکنولوژی جدا از این که میتونیم ازش استفاده کنیم چی کار میتونیم باهاش بکنیم. قبلا مثلا یه دوربین های خیلی دستی بودش که کار میکردن، ولی الان تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و الان من خیلی به اصطلاح اشتیاق دارم و خیلی دوست دارم بدونم که این تکنولوژی چه کمک هایی میتونه به من بکنه. پس یعنی دقیقا یه دونه انشا وقتی مینویسی با یه خودکار، دقیقاً حکم همون خودکار داره که اون خودکار دقیقاً چی میتونه بیافرینه روی اون ورق به عنوان انشا. پس این فیلم تکنولوژی یه جورایی استفاده تکنولوژی به بهترین نحو هستش که بتونه به صورت خلاقیت در خدمت خلاقیت و هنری که فرد فیلم ساز میتونه داشته باشه. من فکر کنم خانم تجارت خود توی این مدتی که حالا احتمالاً شاید یک سال دیگه، 8 ماه دیگه، یا حالا توی این مدت کوتاه شما فارسی بیشتر از این چند کلمه‌ای که ابراهیم صحبت کرد ما بهش یاد دادین، الان نمیخواد اینجا رو کنه یا احتمالاً یاد بدین، چون کاملاً وقتی شما صحبت می‌کنین جاهایی که باید ابراهیم تایید کنه تایید می‌کنه با لبخند. این دو حالت داره، یا اینه یا علاقه شدیدش به همسرشه که لذت می‌بره از صحبت کردن شما. من واقعا بهترین آرزوها رو میکنم برای شما، انشالله که سالیان سال در کنار هم خوشبخت باشید. یه بخشی از تصاویر پشت صحنه آثار ابراهیم ما آماده کردیم، اون رو به اتفاق میخوایم ببینیم و بعد که برگشتیم داخل استودیو یه خورده ویژه‌تر و خاص‌تر راجع به همین مستندی که راجع به صحرا توی لیبی ساخته بود ابراهیم باهاتون صحبت کنیم. خیلی خب، پس به اتفاق بریم و این بخش کوتاه رو از پشت صحنه آثار ابراهیم ببینیم. برمیگردیم در استودیو و خیلی سریع و زود با شما هستیم. شبتون بخیر. Thank you.
شبتون بخیر. اینجا ایران است رو میبینید. خیلی متشکر از شما. بخشی از تصاویر فعالیت های ابراهیم عزیز در ساخت آثارش رو دیدیم که الان هم در استودیو به اتفاق خودش و همسرش داریم صحبت میکنیم راجع به فعالیت هاشون، راجع به خودشون و مسائل غیره. خیلی خب، این پشت صحنه رو که دیدیم، من میخواستم راجع به اون مستند صحرایی که ابراهیم ساخته بود صحبت بکنیم، ولی خب الان میخوام به من بگه که این پشت صحنه کدوم کارش بوده. یه خورده توضیح راجع به این کارش به من بده. As part of my studies, I'm interested in what can digital technology do. And so I went about seeing whether or not you could make an entire feature film, shooting, editing, and then screening a 90-minute feature film in 72 hours. I did it first in Ireland, in Galway, in 2008, and then again in Melbourne in 2010. And the clip that we just saw was a little bit from the time that we were filming in Melbourne. And the plan is to do another one again this year in Birmingham in the UK. به خاطر اینکه کلاً تحصیلاتش در این مورد بوده، خیلی دوست داشته که یه فیلمی بسازه 100 درصد از همون اول، حالا جدا از مستندایی که کار می‌کرده. و چیزی که روش زمینه‌ای که روش به اصطلاح خیلی سعی و تلاش کرده ایم، ساختن فیلم تو 72 ساعت بوده که البته فیلم برداری و ادیت فیلم، ویرایش فیلم و پخش فیلم در، یعنی یه فیلم آماده در 72 ساعت کامل. یعنی کلن این فیلم 90 دقیقه از صفر تا صدش توی 72 ساعت ساخته شده. خب آخه ببینید، منم میتونم به عنوان فیلمساز دوربین خودم رو روشن کنم 72 ساعت اتفاقاتی جلوش بیفته، ولی خب فیلم داستانی بوده شما گفتین. بله، فیچر. خب چه جوری آخه تو 72 ساعت؟ یه خورده برام علامت سوال الان به وجود میاد. یه مونده ترجمه بگید. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. اولین کاری که انجام داده تو ایرلند بوده، بعد دومین کار همین 72 ساعت، فیلم 72 ساعتش تو استرالیا ملبورن بوده و سومین کارشو داره تو برمینگهام که همون تو انگلیس هستش، شهر خودمون، داره انجام میده. سومین فیلمش رو هنوز شروع نکرده. یک ماه دیگه شروع میده. اونم میخواد قرار تو 72 ساعت ساخته ده. بشه. یعنی در واقع میتونم بگم که ابراهیم قصدش یک نوعی رکورد زدن در ساخت فیلم در کمترین زمانه، درسته؟ ده. یعنی یکی از سبک و سیاقاش. اون مستند صحرا رو توی چه مدت ساخته؟ It was over 5 years, three visits over 5 years, and each visit was like a month. So it was like 3 months spread over 5 years. Okay. من تیکش متوجه شدم. 5 سالی ازشون شنیدم. درسته؟ بله، کاملا متفاوت بوده. یعنی یه کاری 5 سال 72 ساعت. بله، دقیقاً یه کاری انجام داده کاملا متضاد اون چیزی که 72 ساعتی که به سال ساخته. 5 سال کلا طول کشیده، ولی بازم پی در پی نبوده. یعنی 3 ماه توی این 5 سال اونجا بوده توی کبیر و این فیلمو ساخته. خب ببینم، از وقتی که اومده توی ایران چیزی از فرهنگ ایرانی، از آداب و رسوم ایرانی، من به جز تهران جای دیگه هم شما رفتین؟ بله، ما کیش رفتیم، جزیره کیش. جزیره کیش، خیلی خوب. جزیره کیش، تهران، مردمش، آداب و رسومش. چیزی براش جالب بوده که فکر بکنه یک کار، یک مستند یا یک اثر داستانی در ایران و در ارتباط با ایرانی ها بسازه؟ Okay. اول، first of all, I just want you to tell that what's the difference between making a movie in 72 hours, but just, you know, leave the camera just to record for 72 hours, because he can do it as well. Yeah. So what is difference? Well, the key thing with 72 hours is collaboration. No one person could really make a film, so it should look like no other. It should look the same as every other film. So you shouldn't be able to tell the difference. And the only way to do that in 72 hours is to truly collaborate. Okay. Not to be an individual with like a vision and looking over everyone, but to genuinely trust in people that they can do their job too. Okay. And that only works if you do that. And then talk about Kish, and would you like to have a documentary or a film in Iran to make it? I would love to. I think that
it's really, it's a great example of cultural diplomacy to go about making things. And this collision of cultures is very interesting. بله، در مورد فیلمی که توی 72 ساعت ساخته میشه، گفتش که ما تلاش ما این بودش که یه فیلم کامل توی 72 ساعت بسازم، نه فیلمی که به سراغ هر کسی بره، یه فیلمی که کاملا توی سینماها پخش بشه و اسکرین. و اون بحث راجع به ایرانش، من می‌خوام بلند شم، دوستان برداشت بشن، بیام آروم آروم سمت شما. و اون بحثش ساختنه. به اصطلاح فیلم تو ایران خیلی دوست داره این کار بکنه مونتا این سفر اومد که ازدواج بکنیم و وقت نکرد و مسلمان شد آشنا شد میدونه که فرهنگ ایرانی بسیار جالب هستش و دوست داره که خیلی عالیه حالا فرهنگ ایرانی گفتین من میخوام که از شما دعوت کنم برخیزید ما به عنوان هدیه ازدواج شما در کافه سنتی اینجا ایران است میخوام دعوت کنم ببخشید من برم جلو شما تشریف بیارین عرقیجات ایرانی که امکان نداره ابراهیم در هیچ جای دنیا پیدا بکنه آقا سلام علیکم آقا سلام بفرم ابراهیم عزیز وقت بخیر یور ولکام خانم تجارتخوا پروگرام دیس از ایران آقای مومن سلیمی که کارشناس و طراح شربت‌های ایرانی هستن حالا میخوام بهشون بگین اول از همه تشکر کنم من یه نکته بگم سرکار خانم تجارتخوا ابراهیم ولکام تو ایران مرسی. مرد خوبی هستی. خیلی خوش آمدی. فارسی هم بلده ها. چطوری؟ من خوبی آقا. خوبی آقا. من این نکته هم بگم خدمت من این نکته هم خدمت همه مردم خوب ایران که در هر جای دنیا هستند بگم به نوعی درس پس دادن هست ولی ما ایرانی ها یک وجه تمایزی داریم با همه مردم جهان اون هم مهمان نوازی هست که با پذیرایی خاص ایرانیمون هست یعنی خیلی وقتا ممکنه شما توی خونه تنها باشید در هر جای دنیا دیگر ملل اگر شما برید در خونهشون ممکنه که خیلی نه در هم وابکنن با شما صحبت کنن یه ساعت هم اونجا باشین الزاماً پذیرایی از شما نکنن ولی تک تک رفتارهای امروز ما توی این برنامه نشان دهنده این بود که حتی اگر در سرزمین خودمون از یه خواننده محترم تا مهمانهای خوب هنرمندمون تا دوستان خوب هلال احمرمون هر زمان تشریف بیارن هر کدوم از ما در هر جایی که باشیم وظیفمون هستش که به شیواترین حد ممکن در البته حد توانمون دیگه از مهمانان خوبمون پذیرایی کنیم اون هم به شیوهی که به نحو احسن گفتم در حد بضاعت و توانم درود بر شما ما تو چند دقیقه پایانی برنامه هستیم قبل از اینکه من سوال کنم از ابراهیم که آیا این نوشیدنی که میل کردین چه مزه‌ای داشت چه احساسی به دست داد از هومن عزیزم بپرسم که این فراورده چه موضوعاتی رو با هم قاطی کرد این فراورده جدیدی نیست آقای سلیمی دارم برای شما توضیح میدم آقای دکتر شیکمو این همون شربتی است که ما دیشب درست کردیم و حالا میپرسیم از آقای ابراهیم خب الان چی درست کردیم یه چیز اضافه شده الان ببین رشته فرنگی توشه الان اینا چیه توش رشته فرنگی پوست لیمو ترشه که ما گرفتیم میخوایم سوال کنیم که ببینیم تشخیص میدن اصلا چی هست این درسته بفرمایید تشخیص دادن چیه اوف یه میوه جدیده اوف اوکی بگید میگه اوف میوه جدیده نه نه بگید این مزه چیه نه بگید این مزه لیمون چی؟ لیمون لیمو آفرین آفرین تشخیص شما دو امتیاز کیوی نداره نه نه اون دو امتیاز یکی گرفته بودین از اون دونه هایی که میگن شبیه کیویه درست حد زده تخم شربتیه شبیهشه ولی تخم شربتیه سیم سیم دون دون سیم سیم یعنی شبیه سیم سیم دون دون با کیوی الان از هفته آینده آقای ابراهیم خان که برداشت دی از انگلیسی هم خواهد داشته واسه تو نه 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 میگه تخم قورباغه نه نه تخم شربت توضیح بدید آقای سلیمی حالا دونه دونه بگین چیه منصرف شد یکی از ارکان شربت‌های ایران هست به نام تخم شربتی که یه دانه‌ای هست که آب رو به خودش میگیره و حجمش زیاد میشه گاهی وقتا تا 24 ساعت وقتی تخم شربتی درون آب یا گلاب یا عرقیجات میمونه این خاویار به درشتی دانه های خاویار میشه یک ترکیب خیلی جالبیه زیر دندون میادش و خیلی خوشمزه هست و شربت ما ترکیبی بودش از شکر، سرکه و نعنا که بهش میگیم سکنجبین. شکر، سرکه اند شکر. سرکه‌شو اینا رو میتونن ترجمه کنن. And that's special seeds. بعد من خودم یه سوال دارم. وقتی برای چی خوبه؟ این پاپیل سیدز اصطلاحاً
برای اینکه سیستم گوارش رو راه بندازه و پرزهای معده رو جارو کنه. آه مشکل معده داره ابراهیم، من احساس کردم با این طرز گفتن. ولی آی هاشمی ایران دیست چلو کباب میخوری اینا کباب بعد اینو باید روش بگه قیمه کفته تبریزی اینو میخوری افتر اینو بزن بالا. آن راستید ابراهیم غذای ایرانی که دوست داشته توی مدت خورده چی بوده خانم تجارت خواهد؟ اوف 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 هم یه غذای جدیده در ایران. گرمه سبزی بری نایس آقا خیلی خوشمزه است. کباب کباب خیلی خوشمزه است. You want three? نه همونطور تو چی که آیا هاشمی آیا ابراهیم فکر کنم از اشخاصی باشن که مورد علاقه شما بگین چرا؟ تمام مدت میخنده، یعنی این لبخنده مهربان روی لبانشه، درسته آقا؟ این اسمایل very nice، فیس very nice. اون مسئله که شما میگین چیه همیشه؟ اون مسئله که میگین رو بگین ترجمه کنه خانم تجارت خواهد. سری که خنده ندارد، لبی که خنده ندارد. اوکی، میگه لبی که خنده ندارد، شکاف دیوار است، سری که عشق ندارد، not love. کدوی بیماره، کدو مریض، بگیم برش میتونی ترجمه کنیم اینو بگیم که لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است The face that has the lips that hasn't got any smile on it, it's like a crack on the wall. سری که عشق ندارد کدوی بیمار است. خانم تجارت خواهد شما خیلی کوتاه خدافظی کنیم و ابراهیم مرسی ممنون متشکرم از برنامه‌تون. خیلی خوشحال شدم. خدافظ شما. تشریف داشته باشین. ان شاءالله که سالیان سال در کنار هم باشین و ابراهیم عزیز بای 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 مرسی خدافظ بای بای خدافظ خیلی عالی همان سلیمی عزیز درود بر شما. امیدوارم که باز هم سعادت این رو داشته باشم که خدمت شما باشم و با نوشیدنی‌های دیگه به قول خودمون جگرتون رو خنک. بسیار دکتر الهامی شما هم لحظات سرشار از آرامش داشته باشید. مهمان نوازی خصیصه ما ایرانی است که دوست داشتیم امشب به هر نحوی این رو به شما بزرگواران منتقل کنیم. بسیار عالی. من هم خوشحال شدم آقا شما آخر شما در رأس و پایان برنامه رو میبندید و شروع می‌کنید. خیلی خوشحال شدم با شما بودم. ان شاءالله که عمری باشه سعادت نصیب ما بشه هفته آینده هم با شما باشیم. شب بسیار خوبی داشته باشین و خدا نگهدار. درود بر همه شما همراهان نازنین. یکی دیگه از برنامه‌های انشاءالله که مجموع گفتگوی ما با دوستان عزیزم هلال احمر صدای گرم خوانندمون و مهمان گرانقدرمون ابراهیم تونسته باشیم لحظاتی از اوقات فراغت شما رو پر کرده باشیم. تا هفته آینده اینجا ایران است 5 یکایی که شما رو به خدای من نام میسپارم. وقت بخیر. خدا میگه خدا حافظ. بای 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 با صدای بودن تو سکوت خود رهایم.